سلام میکنم همه دوستای خوبم خوش اومدید به کلاس درس امروز میخوایم یک مقدمه ای از علم مکانیک فیزیک رو شروع بکنیم و در ویدئوی بعد بریم وارد اصل مبحث این علم این بخش بسیار هیجان انگیز علم فیزیک بشیم پس بذارید من این مقدمه رو خیلی سریع براتون توضیح بدم و اون همینه که کمیت های علم فیزیک از کمیت های فیزیکی که ما باهاشون سر و کار داریم اصولا در دو دسته جای میگیرن دسته اولشون اسکالرها هستن و دسته دومشون بردارها این چیزیه که خیلی وقتها بعضی از دانش آموزها رو گیج میکنه و من برای همین میخوام خیلی سریع توضیح بدم خیلی مفهوم ساده و البته مهمی هست اسکالر چه کمیتیه؟ اسکالر کمیتیه مثل, مثل مثلا چگالی خب پس من یک مثال میزنم چگالی و این چه ویژگی داره؟ ویژگیش اینه که اندازه یا سایز تمام ویژگی های اون کمیت رو داره تمام اطلاعاتی که ما از اون کمیت میخوایم رو داره به ما میده خب یعنی من صرفا بدونم چگالی یک جسم چقدر هست همه اطلاعات چه چگالی اون رو دارم خب پس صرفا اندازه کمیت های اسکالر هست که برای ما مهمه بردار چطور؟ بردار کمیتیه که نه تنها اندازش برای ما مهمه که برای ما جهتش هم مهمه خب یعنی اگر من به شما اندازه یک بردار رو بدم به صورت ناقص اون بردار رو برای شما تعریف کردم و باید جهتش رو هم به شما بدم یک مثال از بردار مثلا نیرو هست خب یعنی من اگر به شما بگم مثلا من پنج نیوتون نیرو به تو وارد کردم این اطلاعات ناقصیه خب باید جهتش رو هم به شما بگم مثلا از به سرت به سمت پایین وارد کردم یا نه هولت دادم به سمت چپ این مهمه حالا بیایید با یک مثالی که در ویدیوهای بعد حالا حالا ها باش سر و کار داریم پیش بریم فرض کنید من یک سطح زمین دارم و یک جسمی اینجا روی زمین قرار گرفته و این جسم مثلا اینجا نقطه یک هست حالا من به شما میگم که این جسم رو من این جسم پس جمله که من به شما میگم که این جسم مسافت 5 متر را طی کرد خب الان این مسافت پنج متر یک کمیت برداری یا اسکالر طبق این تعریفی که من اینجا دادم یک کمیت اسکالر هست چرا؟ چون من جهتی به شما ندادم و و کاملا هم دارم به شما اطلاعاتی که میخوام رو میدم یعنی شاید واسه من واقعا مهم نیست که جهتش چقدر هست و من صرفا این مسافت طی شده برام مهم است حالا این میتونه پنج متر اومده باشه سمت راست میتونه پنج متر رفته باشه سمت چپ بالا پایین هر جهتی میتونه رفته باشه حالا اگر همین من بیام به شما بگم که این جس مسافت پنج متر را در جهت مثلا راست جابجا جا شد در این صورت من به شما یک اطلاعات برداری دادم یعنی این کمیتی که من برای شما الان تعریف کردم دیگه یک کمیت اسکالر نیست و بردار هست چرا؟ چون من اومدم به شما گفتم که این جسم شما که یه لحظه اشتباه شد در جهت راست اومده و پنج متر جابجا شده و این بردار بردار جابجایی جسم شما خواهد بود خب پس جابجایی یا به انگلیسیش من حالا لغت های انگلیسی همه کمیت هایی که استفاده میکنیم و هم سعی میکنم بگم که کم کم یاد بگیرین یا دیسپلیسمنت یک کمیت برداری هست که هم اندازش برای من مهمه هم جهتش اما مسافت یا distance یک کمیت اسکالر هست که واسه من فقط اندازش مهمه یعنی من فقط واسه من مهمه که چقدر جابجا جا شدم و دیگه جهتش برام اهمیتی نداره حالا بیایید یک سری مثال با هم ببینیم مثلا از اسکالر ها مثلا بذارید من یک مثال بزنم یا اصلا بذارید من یک مثال بزنم شما بگید که چی هست مثلا طول اسکالر یا بردار آفرین طول یک کمیت اسکالر یا مثلا یک کمیت اسکالر دیگه بیایید با هم مثال بزنیم مثلا دما دما یک کمیت اسکالر چون واسه من صرفا مثلا 20 درجه سانتیگراد مهمه واسه من جهتش مهم نیست نمیگم 20 درجه دما زیاد شد یا 20 درجه کم شد اگه بگم اون وقت مهم میشه ها ولی در حالت عادی شما فقط میگید دما چند درجه است یا چگالی یا طول یا دما همه اینها کمیت های اسکالر هستن و کمیت های برداری درست مثل همون جابجایی یا نیرو یا حتی به زودی خواهیم دید سرعت به معنی ولاسیتی خودش یعنی چون در انگلیسی دو تا لغت برای سرعت هست یکی اسپید یکی ولاسیتی که اسپید عملا اندازه سرعت اسکالر هست و ولاسیتی جهت سرعت یعنی جهت هم درون هست علاوه بر اندازه سرعت که سرعت خواهیم دید که کمیت جهت دار هست و البته شتاب بنابراین تفاوت اصلی که شما از بردارها و اسکالرها باید یادتون باشه صرفا همین است خب من اینو نوشتم بردارها این هم بنویسم اسکالرها که اسکالرها فقط اندازشون برای ما مهمه مثل مسافت طی شده بردارها هم اندازشون برای ما مهمه و هم جهتش خب در ویدئوی بعد فیزیک مکانیک رو با هم شروع خواهیم کرد مطمئن باشید که وارد یک مبحث بسیار هیجان انگیز از آشنایی با طبیعت خواهید شد فعلا